بسم الله الرحمن الرحیم. میرم بخیر، ما شما درس را شروع میکنیم و درس از ما شما ساینتکس پایتون است. البته ما شما کار میکنیم که پایتون همراه با سی پلاس کس مقایسه میکنیم در اینجا و همچنون با جاوا. البته جاوا کس ما فعلا سیتابش نصب نکردیم که باید یک جی دی کر نصب نکردم اول نصب نکردیم، ولی فعلا تنها چی کار میکنه در این قسمت، زمانی که شما برین باز در یک برنامه مثلا جاوا کار کنید، من میری کدایت نوشته میکنه، کدایت خلاص میشه با ذخیره کو با یک نام و با اکستنشن چی میتی جاوا دارد. اینمی جاوا کسا در اونجا چی میشه؟ کمپایل میشه. وقتی که کمپایل شد بازی برای ازو چی میکنم؟ با امون نام کسا یک اکستنشن دیگه میتا کلاس. این کلاس هست که در اونجا چی میشه؟ باز انترپریت میشه. سیسن؟ اما اگر شما میخواین که در سی پلاس کار کنید، سی پلاس چی میگه؟ سی پلاس میگه هر چقدر کودی که میکنی تو در اینجا بازور چی کار کو؟ ذخیره کو با دوت کلاس بایدر سوری با دوت چی؟ سی پی پی بینیزی ذخیره کو. ای که کمپایلش تکمیل شد تمام شد، او زمان هستن که بازی چی میکنه در اونجا، ای باز میره در قسمت برای اکزیکویشنش تبدیل میکنه با یک اکستنشن دیگه. اما اگر ایرور بیاید باز اصلا اکزیکیوت نداره. ولی انترپرت ما شما چی گفته بودیم؟ اگر ایرور هم باشه بازم برای چی میکنه؟ اکزیکیوت میتاده. سایسن پس میرم در اینجا ما شما اینمنار کسن میخوایم به شکل عملا چه ببینیم در اینجا، درست است؟ پس اول در کجا میرم؟ اول میرم در برنامه خودی سی پلاس. در اینجا ببینید در این قسمت ما شما تکمیل، اول شما خوب از یک معلومات تکمیل میکنیم، بعد از او که ما شما وارد پایتون که شدیم شما خوب سعی میفهمین که ما در اونجا وقتی که انترپریت میگیم یعنی چی، وقتی که ما شما میگیم که مثلا ایرور رو به این ترتیب میکنه یا تو کار میکنه یعنی چی در اونجا. سایسن پس میگیم یک پروژه مثلا جور کو برای ما در قسمت این از انتخاب میکنیم، میگیم برو بگی نیکس بگی نیرم شما یاد میگیرین دیگه. خب یک نام میتیم برای از میگیم ای بی سی و میگه در کجا سیف میکنیم، میگم در روی دسکتاپ سیف کو و یک فولدر بده در نام سی پی پی. خب اینو میرم میگم چیکار کو؟ اوکی تمام. خب سعی کنین آلایی چی شد برای از ما شما آمد در اینجا، اما سعی که اینی اندازه کسی چی داره ساینتکس داره در اینجا، یعنی ما به خاطر که یک هلو را ما شما نوشته کنیم نیاز به چی داشتیم؟ اینی اندازه باید چی کنیم؟ کودینگ کنیم در اینجا. بعضی کودینگ از چقدر زیاد است دیگه، بس اکسترا کودینگ شد دیگه در اینجا. سیسن و راستی او روز دیگه که برای شما گفته بودیم که گلوبال در خود در داخل یک فانکشن نه، اینمی قسمت خودش کسی یک فانکشن گفته میشه. خب اینمی اینجا از اینمی قسمت که بلاک شما میبینین تا این قسمت که هست، اینی که هست داخل یک فانکشن گفته میشه. سیسن یعنی ایرمی محبت ها کلی چی هستن؟ داخل یک فانکشن، داخل از هر چکه ناشرم میکنه این لوکال هست، بیرون از این، بیرون از این چی میشن؟ اینی قسمت که شامل از این بیر این اینجا، اینجا هر کاری که میکنی این میشه چی؟ گلوبال. ما در پروگرامین اینی قسمت گلوبال میگیم، اونجا در فارسی براتون چی آمده بود؟ جهانی. یعنی جهانی یعنی اینی قسمت میگه، چون در فارسی دیدین که اکثر معناها یکم فرق میکنه در حساب انگلیسی. صحیحا پس گلوبال ای اریا میشه. مثلا تو در اینجا معرفی میکنه x مساوی بر 12، یعنی او x بتونه که هر چقدر بلاک های دیگه هم که باشد او را تحت پوشش بده در اونجا. اما اگر ما در داخل استفاده کنیم او را او فقط در داخل اینمی کار میده، بیرون از دیگه کار نمیکنه. صحیحا خب پس ببین به خاطر که یک ما همین کار انجام بدیم این اندازه کدینگ چی کردیم ما شما اجرا کردیم. اما اگر در پایتون ما شما بریم میگیم چی کار کنیم؟ میگیم cmd ناشا میکنین شما چی؟ پایتون. ایران بیان شما انتر کنین در قسمت باشن میره جمع کنین اینجا میبینه آیا کنم اکسترا کدینگ داریم اینجا؟ اصلا خالیست هم میگه برو تایپ هر چی که میخوایی تایپ بدار اینجا. ما مثلا اینجا چی گفته بودیم؟ اینجا گفتیم که سی آوت کوی چی را؟ هلو ورلد. سایستان شما ایش را پاس کنین ناشا میکنیم چی؟ بایس شما با بچه ها سلام میتین سایست؟ دختر سلام میتین تو؟ چرا؟ سایست دختر سلام نتی که حالی سلام تگالیک نگرفتم سخت. خب نهیم پس در اینجا ما شما چی میگیم در اینجا؟ میگیم که هلو بایس. سایستان سایکو اگر ما میخواستیم در اینجا یک دیتا رو چاپ کنیم در پایتون یعنی پرینت شوه برای ما شما یک دیتا، پس ما شما فقط نیاز به چی داشتیم در اینجا؟ فقط ما شما نیاز داشتیم که این را چیز کار کنیم در اینجا.
استیشن ایره کار میکنیم. اما اگر ما اینمی کار میخواستم که در برنامه مثلا سی پلاس انجام بدم، نیاز بود که ایره کار کنم، ایره کار کنیم، ایره کار کنیم، ایره کار کنیم، اینه قوسکایشو بتم در اینجا این قدر دیگم، این خوب مثلا فرض کنم پرینت باشد، این شاید ما شما در نظر نمیگیرم، میگم اونجا پرینت هست اینجا دی. اما در اینجا چی هست؟ ما شما سیمی کالن لازم داریم، ولی این برنامه خودی ما شما آیا همچون چیزی لازم داشت؟ لازم داره سیمی کالن در این قسمت ها؟ نداره. اما این دیگر اگر ما شما ببینیم فوق العاده یه اندازه اکسترا کودینگ داریم. ما شما ما چی گفته بودیم؟ در پایتون ما لازم نداریم چی کنیم؟ سیمی کالن وارد کنیم. پس این سیمی کالن در این برنامه داریم. سیسان ما گفته بودیم که مثلا چی گفته بودیم که ما پرانتیز لازم نداریم، ما برکت ها لازم نداریم. اما در اینجا میبینین که اینا وجود داره فوق العاده، اینا وجود داره سیسان، و در آخر از این خدم چیستن سیمی کالن. ما گفته بودیم در پایتون اکسترا کودینگ نداریم، اما در اینجا فوق العاده اینا کلشان چیستن؟ اکسترا کودینگ هست. دیگه چی گفته بودیم؟ این هم اکسترا کودینگ هست. دیگه چی گفتیم؟ بعض گپای دیگه هم گفته بودیم اما در اینجا نوشته نکردیم. مثلا ما چی میخواییم که برازی بگم که x مساوی بر 12 است. اما اگر ما در اینجا بگم x مساوی بر چند؟ 12. اگر می تو بانم ایرور نمیگیره را؟ ایرور میگیره دیگه نه؟ پس من در اینجا چی میکنم شا؟ کمپایل میکنم شا. وقتی کمپایل بگیرم چی میکنه در اینجا؟ اصلا اکزیکیوت کرد؟ اکزیکیوت نکرد برای تو. سیستن اکزیکیوت نشد، مستقیم چی آمد؟ ایرور آمد. به خاطر چی که میگه تو در اینجا اول که میگه دیتا تایپ نداری. خب ما رفتم الان چی میکنم؟ یک دیتا تایپ برازی میتونم در این قسمت. سیستن وقتی که دیتا تایپ داریم در اینجا، اگر ما باز برم در اینجا کمپایل کنم، این دفعه چی میگه؟ میگه این خط کد سیمی کالن نداره، پس منظور از این است که ادامه داره. ادامه که داشت پایین می ایر ایرور میگیره. در این صورت دیباگینگ برای شما جنجال آمیز است. امکان داره که خود مثلا اینم اینجا سیمی کالن نمونده، رفته 2000 خط کد نشه کرده، این میای چی میکنه؟ کل هزار درست درست میگیره، در آخرش می ایرور میده. بازو دیباگینگ برای شما سخت است. ایران میمونه که مشکل ده کجاست؟ باید هم 2000 خط کد تا باید بالا پایین بالا پایین کنه گشت بره که در کجا ایرور اومده. این یک ضرر های کامپایل هست. سعی شد کامپایل اینه مشکل داره که دیباگ در اونجا چی هستن؟ سخت است. ایران اگر ما در اینجا یک سیمی کالن رو بانم دیگه بگم کامپایل کن، یعنی کامپایل کرد بریم سیستن، و بعد از اینکه کامپایل کرد ایران میاییم شما در داخل دکساب ببینین که در داخل ازی چی شد؟ EBC یک دانه چی آمده در اینجا؟ main.cpp. بخاطر که نام ازی هم بنام چی هست؟ main.cpp. با اینمی پسان ذخیره میشه، با اینمی extension داخل بین برو دیباگ این چی هستن؟ .exe هست. انتخاب کلید راست برین در پروپرتیز این چی ناشت هست؟ .exe. اینون اگر میخواین که رن کنین میگه ای رو دوباره کلید کن تا برای تو چی شود؟ رن شود در اینجا. یا مثلا ما شما از اینجا بریم بالای رن کنیم برای ما چی نشون میده؟ هلو وایس. پس ببین کار از جنجال آمیز شد دیگه. اینون ما در اینجا چی دارم؟ هلو وایس نشان داد اونجا نی؟ اما ما در اینجا قیمت اخرات آوردم، باید اینم نشان بده. ولی وقتی که ما کلید میکنم ولی فقط میگه نه هلو وایس است. ایران ما در اینجا چی میگم برازی؟ میگم تو بیا در قسمت یک سیاوتی دیگه هم بکن. سیسن یک سیاوتی دیگه هم دیگه چی کار بگیره؟ اکس بگه. اما ما اینان اگر برم رنش کنم بازم میبینیم فقط چی؟ هلو وایس است. ولی اگر شما بین در داخل پایتون ما میگیم که اینمی رو برای ما چی کار کن؟ رن کن. سیست انتر میکنی هلو وایس آمد. ما اینان میان در این چی میگیم؟ میگیم x مساوی بر 12 انتر کن. سعی شد ببین امی که انتر کردی آیا ایرور گرفت؟ نه گرفت. پس فرقش با دیگه چی کردیم ما شما؟ اینجا انتجر لازم شد، اگر نمیگرفتیم ایرور داد. سیمیکالن گرفتیم، اگر نمیگرفتیم باز مشکل پیدا میکرد. اما در اینجا که آمدیم اصلا انتجر لازم نداشتیم، اصلا دیگه سیمیکالن هم لازم نداره. پس اینجا است که برای ما چی میگه؟ پایتون داینامیک تایپ است. به طور اتوماتیک خودش که اصلا تشخیص میده که برای x ما باید چی نوع یک دیتا تایپ بگیرم. پس میگه شما لازم ندارین که
باید مشخصاً بریم دیتا تایپ دایر کنیم. سیسن مشخص دیتا تایپ لازم نداریم در اینجا. و دیگه ای که در اینجا چی هستن؟ سیمی کالان هست در این قسمت. سیسن ما شما چی داریم؟ سیمی کالان. پس در اونجا سیمیکالان 100% لازم بود. اگر ما سیمیکالان در اونجا نمیگرفتیم برای ما چی میکرد؟ ایرور. میگه این خط تمام نشده. سیمیکالان در برنامه هایی که کمپایل میشه سیمیکالان معنای زیر میده که میگیرم این خط اگر میخوای بگی تمام هست سیمیکالان پردم. اما برنامه های انترپریت چی میگه؟ میگه لازم نیست که اینتر گفتی من میفهمم که برنامه چی شده. اونم خط تمام شده. ای چی هست؟ فرق از اون بازیس. ما دیگه در اونجا چی گفتن بودیم؟ یک بار کمپایل کردیم سیسن قیمت تغییرات آوردیم دیگه کمپایل نکردیم. اما وقتی که رن میکنیم ام قبلی رو نشان میده. اما در اینجا ما چی کردیم؟ در اینجا فقط انترپریت. حالا اگر ما در اینجا بیایم بگم که برای ما چی کار کنم پرینت کنم این قسمت سیسن، خب میگه چی را پرینت کنم؟ ما میگم برو پرینت کن برای ما در اینجا اکس را پرینت کن. انتر کن چند نشان میده؟ 12. اینمی را اگر ما بخوایم که در نوت پد انجام بدم، میام در داخل چی؟ نوت پد. میگم که پرینت کو برای ما. سیس اول نشان میکنیم ما شما چی در اینجا؟ میگم که هلو پایتون دیولوپرز. سیس شد. خب این را گرفتیم ما شما چی میکنیم آلی را؟ میگم که این را برو سیف کن. سعی کنیم زمان در ایدیتور دیگه ای که خواستین پایتون رو کار کنین اولی را کنترول اس بگیر، از اینجا باز بیاد all files بگیره. اگر all files نگیری باز همراه از دو txt هم اضافه میشه. باز اون معنی پایتون رو میده، او با معنی txt رو میده. باز txt text من. او text معنی میده. all files میگیره در اینجا تا extension txt از بین بره. اینو بیاد دل بخوا خودی ذخیره کن. ما میگیم در داخل دسکتاپ باشه، میگن چی نام میخوای در اینجا؟ من آشنا میکنم که first dot py extension پایتون چی هست؟ py. ای را میگیری ایش فرق نمیکنه. بیا بگو سیف. سیف کو ایجی را کار نگی، برو دوباره در cmd. سیستن میگی چی کار کو؟ میگی cd desktop. میگی در desktop بیا. میگیم در اینجا سعی کو یک چیزی به نام first dot py وجود داره یا نه. میگه آینه یک فایل میگه وجود داره. ما میگیم اون امور چی کار کو؟ انتخاب کو برای من. پس میگیم که پایتون چی از نام ازم؟ first dot dot py. انتر چی نشان میده؟ هلا پایتونز دیولوپر. آلو ببین در اینجا ما میامی رو چی میکنیم؟ یک قیمتش تغییرات زیاد میکنیم. میگیم x مساوی بر 12. باز میگیم پرینت کو برای ما. چی رو پرینت کو؟ x رو پرینت کو. فقط سیف کو دیگه هیچ کار نکن. بیانم دوباره در اینجا بگو اینمی را باز انتخاب کن چی نشان میده؟ هلو پایتون دیولوپر زونز. آیا ما در اونجا بریزی گفتیم کامپایل کو یک چیزا کن؟ نه. پس انترپریت ای خوبی داره، میگه تو لازم نداره که هر بار مثلا برای ما چی کنی مرا بگی که مثلا ما تقرار داردم. میگه من خودم اعتماد نفهمم، چون انترپریت تفسیر میکنه. میگه تو فقط قیمت تقرار آورده برو رن کو که ما برات نشان بدم نتیجه شه. کامپایلر چی میگه؟ میگه یک بار که رن کامپایل کردی دیگه میگه ها 20 صفحه تغییرات بر تا باز دوباره کامپایل نکنی ما برای چیز جدید نشان نمید. فهمیدی؟ مثل از این میمانه که یک نفر تو بگی که تو کامیاب شده، میگه نه، تا زمانی که برای من نتیجه شما چشمای خود نبینم قناعت نمیکنه. یکی هستن مثل ما و شما برینی که بگن والا شما رئیس جمهور شدین، میرم اول خواب یک نظر میگرنه کلی همسایه رو خبر میکنه که من رئیس جمهور شدم. یه وقت سر میکنه وزیرم نشده بود همطور است نه؟ اون وقت هست که پاس میایا اون کدامش میشه؟ انترپریت. نه دیگه انترپریت چی میکنه؟ قبول میکنه و اونمو تو میشه دیگه نفر رئیس جمهور شده دیگه. الان ببین در اینجا ما شما که گفتیم برای زی نفر چی؟ امی که ما فقط گفتیم x مساوی بر 12 پرینت کو برای ما x کمی سیف کردن که می رن کردیم برای ما نشان داد. ولی اگر در برنامه هایی که کمپایل میشه ببین ما در اینجا گفتیم همچون چیزی، اما وقتی که ما رن میکنم میگه نه الو بایس، میگه باید تو چی کنی؟
دوباره باید کامپایل کنی. پس ما مجبور هستم بازی رو بگم کامپایل کو. کامپایل تمام شد. آل میگم ران که تایی برم نشان بده. و دیگه ای که در اینجا ما دیوگ مشکل بر میخوردیم. اما در اونجا گفته بودم با دیوگ چی هست؟ ساده است. من در اینجا دیوگ ازی رو میبینیم. چرا خم ساده است؟ باز من در اینجا بار میگم که x x ادنا میگیریم بلکه چی میگم در اینجا؟ میگم y مساوی بر چند است؟ 2. در این قسمت که آمدی چی کار میکنیم؟ میگم که پرینت کو برای من. سیسن؟ اما یک قوس میگیرم در اینجا. میگم x بگی جمع در y کو. ولی قوس دیگه شد بسته نمیکنیم. فقط سیف کو در اینجا و بیا دوباره در این قسمت چی میکنی؟ رانش میکنی. میگم که اینمی ران کو. ببین اوتوماتیک براتون دیتیت کرده. میگه مشکلی تو در کجا هست؟ میگه شن میگه سینتکس ایرور واز نیور کلوزد. این چه قدر دقیق براتون چی کرد؟ ایرور مچان داد. خودش برات میگه که باز کردی ایج وقتی میگه بسته نکردی. میگه یک چیز را که باز کرده دوباره چی که؟ بسته ایش که. پس ما قوس باز کردیم ما بسته کرده بودیم؟ نه. ما خود برز نگفته بودیم او خودش فهمید که چی هست؟ میگه انترپریتر ما گفته بودیم دیباگینگ برای چی هستن؟ آسان است. پس اینمی سهولت دیباگینگ است در اینجا که برای ما خودش گفت چی کار کن یا چی کار نبکن. پس آل من دوباره چی میکنیم؟ میگم من قوس شب بسته کن. فقط یک سیف بگه در اینجا سیز. آل من دوباره میر چی میکنیم؟ ران میکنیم. میبینن که برای ما چی شد؟ ران شد. اما در قسمت کمپایل وقتی که ما شما دوچار ایرور میکنیم اصلا مشخص نمیکنه که ایروری تو کجاست. ببین حالا کامپایل که ایرور اینجا میگیره. خب یک نفری که تازه برنامه نویس باشه او بیچاره میگه چی میفهمه چی یادش هست که ما باید اینم اینجا چی بونم. او دند او در چی خود سر میگه برو سیاو دی 3 سایز ایش 3 سایز او کتا کتا سر میکنه نه. خب اینمی گپ است دیگه. ما گفته بودیم کامپایل که اصلا زمانی که برنامه هایی که کامپایل میشن دیباگ در اونجا کمی سخت است. اینان یک وقتی که شما خوب سه پروفیشنال دیولوپر باشین شما زودی کنه میفهمین که این ایرور این خده نیه بلکه خده یک خط پیشتر از ارسال کنین وقتی که دیباگر درست باشین. اما وقتی گفتیم کسی که تازه رو میاره به برنامه نویسی برزو مشکل است. سنسان برزو به خاطر مشکل است چرا که او تجربه زیر نداره که این خط ایرور یعنی این خط ایرور است. مثل از اینکه شما آینه است فکر کنم نه آینه است به نظرم که چیزی که شما میبینین در حقیقت دو چیز اونجا وجود نداره بلکه یک قسمت دیگه ای هستن. همه بعضی جای ما شما در تفریگاه که بریم وجود داره که آینه چند چهار طرف تا آینه هستن ولی دم چهار طرف خود میبینین مگه جسم حقیقیش پیدا کن. پس آینه در جایی که نشان میده اونجا جسم حقیقی وجود نداره. اینجا ما متور است جایی که ایرور میگه اینجا اصلا ایرور وجود نداره. سیسن ایرور یک قدم پیشتر از است. شما باید اونجا اول سعی کنید بعد از دین تو امکان داره می میرور داشته باشم اما همیشه یک قدم پیشتر شه باید اول سعی کنین او وقت باز بین دقت بعدش آفر او خط به خط میخونه این خط بخون میگی اصلا ایرور نداره میگی ادامه داره. این منظور از چیز که ادامه داره می پایین. اما در انترپریتر چی میگه؟ انترپریتر اگر تو ایر بسته نکنی مثلا میخوای ایرور شو ببینی او دقیقا نه خودی نمیره برات میگیره نمیکنه مثلا ایسو بره اوسو بره یک جای دیگه نمیره بره مستقیم دام خودش. حال ببین ما میام در اینجا یک پرینت دیگه رو میگیریم میگیم پرینت کو برای ما در قسمت وای بگی پرینت کو سایسن سیف میکنیش. حال اگر ما شما بین در اینجا بگیم که انتر ببین بازم دقیقا ایرور همی جای گرفت برات اصلا ایرور کدام جای دیگه رو نگرفت. ولی ما شما در برنامه کامپایلر گفته بودیم نه در کامپایل اگه یک قدم پیشتر از هم کودین کرده بودیم اما ایرور ای بود سیسن ایرورش کسی در ای ساحه بود ولی ایرور اینجا رو نشان داد. ببین ما در انترپریت هم هم کار کردیم ایرور اینجا رو گرفتیم یکی دیگه هم ناشنا کردیم کردش ولی اوتومات خودش دیتت کرد نه میگه ایرور اینجا نه ایرور در ای قسمت است. اینی خوبی های چه هستن انترپریت با کامپایل. اگر ما برم اینمیر مثلا درستش کنم در اینجا آره بهم بگم سیف کن ایران اگر برم دوباره رنش کنم اصلا دیگه ایرور نیست. ایرور که نبود بس در براتون دقیقا چاپ میکنه. سوال داشته باشین در اینجا پس میرم در اینجا ما شما چی کار میکنیم؟ سگ یک دونه ایرور در اینجا داریم نه؟ این یکی دیگه هم در اینجا میگیره سیسن حالا دوباره چی میکنیم؟ کامپایل کدام رو گرفت؟ اینجا
چرا که ما شما گفته بودن که کمپان خط به خط سیل میکنه، اینون این خط میخونه برید سیست میبرم، میگه این سیست میگه هیچ مشکل نداره، میگه ادامه داره، این به نظر خودم تو فکر میکنه، میگه چی هست ادامه داره، من در خط بعدی اینجا که میگه نه ولی به ادامه چی هست ایرور هست، میگه بر اینانی بگه پشت نخودی سیا پیدا کن دیوگ در کجا هست دیوگش کن، میگه اینانی ایران شما انجینرهای لایق هستین، شما چی میکنین؟ میگه پیش از اینکه من اینجا ببینم سیست اینجا میرور داره، اما اول کجا رو سیل کن؟ یک قدم پیشتر رو زر سیل کن. اسلام میکنه نه؟ این اصلاح کردیم. بازم که اگر ما شما در اینجا کم پایل کنیم بازم میرون میگره. اون وقت است که باز اگر کمی بیاوسه هم باشن یک بکس مکم دم لیق قاب کنه میزنه. سیست؟ باز اون وقت است که باز پیش پروفیسور میره میگه که I did this one. What is the solution? خب. پس شما همیشه چی کنین؟ خط به خط باید ببینین. بعض جا که تازه که مثلا میگم مثلا کمپایل میگم خط به خط میخونه اون چیکار میکنن؟ اونا به خاطر دیبگ باز میره به اشاره میشه اول خونده میره که دانه دانه است. حتی اسپلینگ سعی کنم بعض وقتا کسایی که انگلیسی میخونن میگم ما صحیح است انگلیسی ولی تیز میخونن نیم اسپیس امکان داره اینجا یک اسش گم باشه نه یا دو دانه اس بخوره از پیشش صحیحن دو تا اس بخوره تو باز میگه برو سر نیم اسپیس انتجر من خبر نیست که باز همین جیرو است. اسپلینگ هم بسیار مهمه تا وقت تایپینگ امکان داره فکرتون نگاه طرف شوه این خود صحیح است این کد بلاک است تو رنگارنگ کده ایران برای شما سهولت میت اگر در نوت پد بری کار کنی خود رنگارنگ نمیکنه نوت پد بره او خام یک رنگ داره خلاص دیگه اون وقت است که باز چی کنین باید دیبگتون قوی باشه. اگر ما انمی ایرور کسا بخوایم که مثلا در اینجا انجام بدیم درست است من چی میکنم یک اینجا دو جای ایرور با وجود میاره حالا میگم من میره سیف کو پس میرم در اینجا میگم که کامپایل اول کجا رو میگرم اینجا میگه واز نیور کلوز سیف کردیم نکردیم و میره سیف و میام در این قسمت میگم که انتر آینا برای ما کجا رو گرفت اینجا رو گرفت پس میرم ما شما نظر و گپ یزو اول رو بسته میکنیم سیسن یه رو بستهش کردیم میگم که سیف دوباره میام در اینجا میگم که ران کو اینو یه بار چی کار کرد برای ما گرفت اینجا سیسن پس فهمیدین دیگه بچه‌ها شما در اینجا سیسن حالا اگر ما بیرون دوباره چی میکنیم شما میگم که پس بینون ای رو کلوز کو ای رو کلوز بگی سیف میکنی شما حالا اگر دوباره ما شما بگیم که ران دقیقاً دیگه اصلا کدام ایرور نیست پس کامپایل از بالا به این ترتیب می انترپرت از طرف پایین تو چک کردم میره هرش که ایرور هم باشه اتوماتیک خودش دانه دانه کسا در اینجا دیتک میکنه ولی خوبی که داره اینترپرت جایی که ایرور بود اونم رو میگیرن اما کامپایل یه خط بعد از اون میگیرن باز این یک کمی مشکل است برای شما صحیح سوال داشته باشین پس میرم در قسمت چی تایپ اش ایرور میگیرم ما شما صحیح فرض کو این ما شما نمیگیره یعنی این از اینجا نمیگیریم این قوس از اینجا نمیگیریم و این پی از اینجا نمیگیریم پس چند دانه شد سه تا حالا ببینین از کجا شروع میکنه ای؟ انتر کن اول از کجا شروع کرد اول از اینجا شروع میکنه سیسن خب میگه اول چی کار کن میگه در اینجا اول قوس تا میگه بسته کن میگیم سیس خودش برای ما میگه دیگه ما دقیقاً میرم اونمو کار انجام دادم میرم سیف میرم دوباره در اینجا میگه این دفعه سگ میگه PRIT is not defined. Did you mean print? میگه منظور تمیز؟ میگه ما این نیست. میگه خی این رو میگه یک چیزش کم است. ما ور با اون سال کنیم میگم خو این نه بابا. کدام بودو در اینجا؟ این اینجا است میگه. صحیح شد؟ بیم خودش ساری عقلش کم زیاد است. انتر کو این دفعه چی میگه برات؟ میگه رینت is not defined. Did you mean print? میگم او ایشان بوده. میگه آه میگه تو خود بخی دیگه سر ما قیامت کدی نه میگه سیف باز بگی میگه برو سعی سینه نچه دیگه بگو انجینر درست شد اگر ما خواهیم دوباره پس اثر میریم در اینجا چیگونه ای کار انجام داریم سعی سم من دیگر بسته کنم چونه دیگه کار سعی سم و میگم یس ایرم بستهش میکنیم خوابی چیست اینجا ایرم بسته میکنیم ببین ایر اول ما چی کردیم نوشته کردیم خلاص است دیگه کلوزش کن برو در داخل چی؟ CMD سیست؟ در کجا ذخیرش کرده ایرا؟ در دسکتاپ یوزرت این اینجا خودش میایه اما هرچی که یوزرت بود اینجا میایه نامش تو چی کار کن؟ نشته کن DIR انتر کن
بگو ببین آیا دکسون وجود داره؟ میگه آه اینه هستن. پس چی میگه؟ میگه چنج کو دایرکشن سی دی تو مانو میده. در کجا؟ در دکستاپ. انتر میکنی. این آمد. میگیم دوباره دایرکشن ببین دایرکتری های داریم اینجا. باز اینجا براتون دا ندارن نشان میده. این قیمت بود که ما کار داریم. میگه فرست دوت سی پی وای اینجا است. پس این بار نگو که مثلا سی دی. بلکه بگو چی؟ پایتون. چون او برنامه پایتون از میخوایم با پایتون ران کنیم. میگم پایتون فرست دوت پی وای. انتر بگیشه. اینو برات نتیجه میده. For securing your network, join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.